بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وإرثهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه مقدس قطب عالم هستی حضرت حجت بن الحسن العسکری ارواح نافدا، تعجیل در فرج نازنین حضرتش. سلاماتی خط بفرمایید. عرض کردیم که یکی از بالاترین وظایف ما و مسئولیت‌های ما در قبال حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یادمون باشد که ما نسبت به بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها موظفیم و مسئولین. این خیلی مهمه ها. در امر دین خصوص حقیقت دین که امر ولایت و امامت است، تمام ما مسئولیم. شما نگاه کنید اعظم و اشرف افراد عالم هستی یعنی وجود نازنین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، در روز قدیر خم که امر امامت و ولایت را ابلاغ فرمود به جمیع مردم عالم هستی، بعد در اون خطبه قدیریه یه جمله اینه فرمود: ایها الناس انی مسئول و انتم مسئولون. حتی وجود نازنین پیامبر برای خودش فرمود انی مسئول، من مسئولم. یعنی چی مسئولم؟ روز ابلاغ ولایت، ولایت حقیقت و روح دینه. می فرمود من مسئولم، پیامبر هم مسئوله. بازخواست میشه، مورد سوال قرار میگیرد. بله، ما که دیگه جای خود داره و انتم مسئولون. لذا به پیغمبرش هم فرمودند، در خود قرآن هم داره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. مسئولیت پیغمبر اینه که اگر صورت فرض مسئله، وگرنه به مقام و عظمت و اسمت پیغمبر خدا کار شدنی نیست، نشدنیه، ولی فرض مسئله ان لم تفعل، اگر این کار رو نکنی، تبلیغ نکنی، فما بلغت رسالته، رسالت رو به جا نیاوردی. مهم اینه، این مسئولیت، اینی مسئول و انتم مسئولون. این احساس مسئولیت
خصوص در امر ولایت که روح دینه خیلی مهمه، که هر کدام از ما، حالا هر کس به توان خودش، من آخوند بیشتر یه جوری، شما عزیزان و سرونان یه جور دیگری، همه مسئولیم. این خیلی گاهی از اوقات بعضی از مسائل هست که ما میاندازیم گردن بعضی از افراد، ولی در مسائل دینی و امور ولایی رفقا اینطور نیست که ما اینو خیال کنیم شونه خالی کنیم ما مسئولیتی نداریم. هر کس مسئولیت داره، البته هر که با مشبیش برفش یکی بیشتر امکانات داره، موقعیت داره، مسئولیتش بیشتره، ولی ما نسبت به خودمون مسئولیم. خیلی مهمه. فلیبلغ شاهد الغائبه، اون روز فرمود اونایی که حاضرن به دیگران برسانن، به ما هم که رسید باید به دیگران برسانیم. این امانت رو امانت داری کنیم. این مسئولیت و حس مسئولیت داشتن خیلی مهمه، که در امر خصوص عرض کردم ولایت عادی آدم رد نشه. بارها هم عرض کردیم تو مجالس اهل بیت، خاصه نسبت به وجود نازنین سید الشهدا در ایام عزای حضرتش، که این فکر ثواب و اجر و قرب و اینا همه جای خود، ولی بالاتر از ایناست، ما مسئولیم نسبت به دینمون، نسبت به حضرت زهرا که دارم عرض ادب میکنم، نسبت به وجود سید الشهدا در امر کلی ولایت ما مسئولیم، ما مدیونیم، باید اداء دین کنیم. وجود نازنین امام صادق، خطاب به جدش سید الشهدا امام حسین علیه السلام در زیارتی که در 101 بهار علامه مجلسی علی الله مقامه نقل فرمودن که مفصله، بعد این جمله رو فرمود که خیلی عجیبه، این جمله معرفتیه، مثل تمام کلماتشون این معرفت ما رو میبره بالا. فرمود ومنه ومن الارض ومن علیها دمک و ثارک الى یوم القیامه، تمام مردم عالم و ساکنین روی زمین، همه مردم، همه تا قیام قیامت مدیونن، ضامنن نسبت به خون سید الشهدا، مدیونیم، ضامنیم. یعنی از این زمان و عهده باید چی بیرون بیایم. حرف این نیست که حالا برای ثوابش بریم یه مجلس بشینیم، حالا برای ثوابش عزاداری کنیم. حالا اینا خوبه، ثواب بالاتر از فکر ما به ما میدن، اونو نمیخوام شأنشو بیارم پایین، ولی حرف اینه که آقا بالاتر از این، ما مدیونیم. حالا هر چیزی هم که برای ثوابش نیست، چرا قضا میخونیم؟ نیازه، یه چیزهای رو نیازه، رو ضرورته، ما مدیونیم. مگه دینی آدم داره؟ نه به خاطر حساب، بلند میشیم ادای دین میکنیم، زود بریم دین گرفتیم باید بدیم، آقا گرفتیم باید بدیم. مدیونیم ما نسبت به امام حسین، باید ادای دین کنیم. عنایت میکنید نسبت به امر ولایت و امامت؟ پیغمبر خدا جان عالم به فداش، اینی مسئول، من مسئولم. انبیا حتی اینجا مسئولند، بعد ما میتونیم رفع تکلیف و مسئولیت کنیم از خودمون. انبیا مسئولن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ای آیه برای ماست، عمومی، همه تون مسئولید، سوال میشید از نعمت. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، که امام صادق علیه السلام در اون قصه مفصلی داره و ابو حنیفه، فرمود این نعیم و نعمت چیه؟ او به ظاهر معنا کرد آب و غذا، فرمود نه، خدای عالم اجل و شأننه، کریمتره بخواد اول از آب و غذا ازت بپرسه، اون بالاترین نعمت. حالا اینا هم هست ها، ولی دست گذاشتن رو بالاترین نعمت که اونها کورن، چون مثل ابو حنیفه ها از اون نعمت چشمشون کوره، حواسشون نیست که دنیا فقط همین آب و غذاست. و حال اینکه آب و غذات هم بنده خدا سر سفره امام زمانی، سر سفره حجت خدایی، حجت رو ببین، صاحب خانه رو ببین، چشمت کور نباشه فقط ظاهر رو ببینی. آدم یه جایی یه روز، دو روز، سه روز، یک ماه، دو ماه، سه ماه دعوتش میکنن هر شب، الان میخواد بپرسه که این سفره مال کیه، کسی عمر بیاد نپرسه. گر شبی در خانه جانان مهمانت کنند،
همه عمر ما تو عالم شبیست. به مثل گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. آدم عمری سر این سفره بشینه، صاحب سفره رو نشناسه، شکری از او به جا نیاوره، شکر منعم نداشته باشه، میشه؟ ابو حنیفه ها و پیروانش و فکرش چه از قبل و چه بعد خیال کردن دنیا همین، فقط همین سیب و گلابی و غذا و میوه، خیال کردن نعمت همینه. امام صادق علیه السلام جان عالم بفدا، خود چشم اینا رو باز کنه، این صاحب نعمت رو هم ببین، چشم ما رو میخوان باز کنن به برکت اهل بید، الحمدلله انشاءالله چشممون بازه. شیعیان امیرالمومنین فرمودن به برکت ولایت چشمش بازه، اونی که ولایت داره صاحب سفره رو دیده، صاحب خانه رو دیده، این چشمش بازه. اونی که میاد سر سفره میخوره و میره، اصلا نه تشکر میکنه نه صاحب خونه، نمیفهمه کیه و دنبالش هم نیست، یا تشکری از صاحب خانه نداره، او کوره، او کوردله. حالا شاید به ظاهر یه غذایی میخوره، حالا او معرفتی نداره، او کوره، کور باطنه. ولی اونی که با صاحب خانه آشنا شده، با صاحب نعمت، او نه، او غیر از این دو چشم سر، چشم سر رو باطنش هم باز شده. قال صادق علیه السلام شیعتنا ذوات و اربعت اعیون، شیعه ما چهار چشم داره، عینان فی الرأس، عینان فی القلب، چشم دلش هم باز شده. صاحب نعمت رو، واسطه نعمت رو، حجت خدا رو آشنا شده، فهمیده، عنایت میکنه، فهمیده. امام صادق علیه السلام چشم او رو باز کرد، فرمود این نعیم میدونی چیه؟ النعیم هی والله الائمة من آل محمد. بالاترین نعمت اینه، از اون روح دین، از اون اساس دین، از اون اصل دین، از اون پایه دین، محبت و ولایت، از اون میپرسن. مسئولیم، انبیا هم رفقا مسئولیت دارن. پیغمبر فرمود انی مسئول. یه آیه تو قرآن داریم که همه انبیا رو خطاب میکنه که حتی اونها مسئولن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خیلی عجیبه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خیلی آیه تکان دهنده است تو این بحث. ما هم از مردم سوال میکنیم، حساب میکشیم که براشون پیغمبر و حجت خدا و امام و کتاب فرستادیم، هم از خود اون هم از مرسلین. این پیغمبرها هم مرسلین، هم انبیاء مرسل، اونا هم ازشون حساب کشیده میشه. عجیبه. از انبیاء خدا رفقا حساب میکشن، از انبیاء خدا حساب میکشن، چه برسه به ما؟ مسئولیم که از امون حساب میکشن، اگه مسئول نبودیم که اونجا نگرمون نمیدارن، مسئولیم. بعد روایات مفصل داره، مرحوم علامه بحرانی و دیگران در ذیل این آیات مفصل روایاتش آوردن، قصه قیامت که این دو جلوه و دو پرده داره، یک قسمتش برای پیغمبر ما و اهل بیته که اونو نمیخوام بگم، یه قسمت دیگرش انبیاء دیگر که قیامت میان ازشون حساب میکشن، روایاتش مفصله. قال صادق علیه السلام اول من یدعا من الانبیاء نوح. گاهی از اوقات ما خودمونو مسئول نمیدونیم نسبت به دینمون، تکالیفمون، بعد هم خیال میکنیم خب از دنیا رفتن ما رو دیگه میبرن یک سر فردوس، انشالله به برکت ولایت که ما رو ببرن فردوس اعلی بهش. ولی خب رفقای حرفام هست، حسابم هست، حسابا شوخی هم نداره، پیغمبرها رو میارن حساب میکشن،
گرچه نسبت به اونها گفت آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، ولی حساب هست، حساب برای همه یه. عنایت میکنید؟ حساب برای همه یه. حتی برای پاک ها حساب میکشن، مثل امتحان در دنیا برای همه یه. اشد الناس ابتلاءن، حتی تو روایات داره انبیاء ثم الاولیاء، حتی خوبان بیشتر مبتلا میشن. ابتلا برای همه آزمایش های الهی، بلاها. این بلا و ابتلا، این خیال نکن فقط برای بداست، نه اتفاقا خوبا بیشتر دارن. همون طوری که در دنیا ابتلا و بلا و آزمایش و مبتلا شدن ها برای همه، در روایات داره فرمود احدی در عالم به ابتلاعات الهی اندازه امیرالمؤمنین مبتلا نشده. اشد الناس بلاءً بوده امیرالمؤمنین، فداش بشم. همون طوری که ابتلا و بلا و آزمایش رو فقط تو دنیا برای همه هست، قیامت حساب برای همه، خوب و بد. منتها بعضی حسابشون خیلی سریعه، بعضی هم میمونن. اول من یدعا من الانبیاء نوح، بعد روایت داره اولین پیغمبر حضرت نوحه. آقا نوح رو میارن ازش حساب میکشن، نوحی که در قرآن میفهمه سلام علی نوح فی العالمین، پیامبر بزرگ خدا، شیخ الانبیاء، 2500 سال. چه خون دلها خورد حضرت نوح؟ میدونید چه خون دلها خورده؟ چه زحماتی؟ یه بار اینقدر کتکش زدن، اینقدر کتکش زدن که روایت داره 3 روز بیهوش افتاده بود. با این زحمات قیامت میارن ازش حساب میکشن. اولین پیغمبری که میاد تو روایت داره ازش حساب بکشن حضرت نوحه. حضرت نوحه. بعد میاد در بارگاه حضرت حق پای میزان محاسبه. دیگه من تعبیر نمی کنم محاکمه، ولو به معنای اصلش اشکار نداره، ولی الان چون میگیم محاکمه نوعا متهم و یه چیزا حرف خلاف کار میشه نمیگم، ولی اونجا محاکمه برای همه یه. تعبیر می کنم به حساب، نمیگم محاکمه، محاسبه و حساب برای همه یه. حضرت نوح رو میارن، سوال اول هل بلغت، وظیفت رو انجام دادی؟ از ما میپرسن هل بلغت، وظیفت رو انجام دادی؟ قال نعم، میگه بله. تموم شد؟ نه. عجیب اینه رفقا، سوال دوم من شاهدک، الله اکبر، یعنی شاهدت کیه؟ شاهد میخواد، شاهد داری؟ چه شاهد بیاره امضا کنه؟ از حضرت نوح شاهد میخواد. چی دارم میگم؟ چی دارم میگم؟ شاهدت کیه؟ خب قیامت کی آدم میخواد شاهد؟ محکمه دنیا که نیست یه ظاهر و صلاح، قیامته، باید آبرودار ببریم. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، اونم دست میذاره رو وجیه عالم، دست میذاره رو آبرودار عالم. بله شاهد دارم. کیه شاهده؟ وجود نازنین پیامبر خدا، پیامبر ما رو میگه، سید انبیا و اولیا، حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم، که گرچه به ظاهر آخر الانبیاء ولی در باطن اول الانبیاء، شاهد بر همه انبیاء، استاد و معلم همه انبیاء، شاهدم پیامبر آخر الزمان. رفقا خطاب میشه برو بگو پیغمبر بیاد شهادت بده. امین. بلند میشه میاد محضر پیغمبر خدا. روایت اینه وقتی میاد محضر پیغمبر خدا در صحرای قیامت، وجود نازنین آقا رسول خدا در حالی تو صحرای قیامته، عنایت کنید، در حالی تو صحرای قیامته،
که کنار پیغمبر کیه؟ موقعیت پیغمبر، موقعیت پیغمبر. باز میدونی که قیامت یوم الحقه، هر کسی در جایگاه خودشه. دنیا نیست که به همچی زور و شمشیر و نیزه و آتش زدن و کودتا و اینا خودشونو. تو دنیا بعضی آمدن تکیه زدن به منبر و منصب پیغمبر خدا، ولو با آتش زدن در خانه خود پیغمبر و دخترش زهرا. تو دنیا اینطوره، تکیه زدن به منصب پیغمبر، خودشون خلیفه رسول الله. حالا اینا چند روزیه تو دنیا، شاید قاسبانه که اصلا مال اونها نبود، حرام بود، جنازهشون و جنازه نحسشون رو شاید کنار پیغمبرم دفن کردن. دنیا اینه، ولی اینا هیچ کدوم میزان نیست. ولی قیامت همش میزانه. قیامت که کنار پیغمبر ایستاده، روایت میگه وقتی حضرت نوح میاد پیغمبر خدا رو کنار گوشه ای از صحرای قیامت پیدا میکنه، و علا جنبه الایمن، طرف راست پیغمبر، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، و علا جنبه الایسر، طرف چپ پیغمبر خدا، نزدیک پیغمبر دو نفرن، از همه نزدیکتر یکی عموی بزرگوارش حضرت حمزه، اسد الله و اسد رسوله سلام الله علیه. اون طرفتر جناب جعفر، جعفر، جعفر طیار سلام الله علیه، پسر عموی پیغمبر، برادر امیرالمؤمنین، که سنن 10 سال از امیرالمؤمنین بزرگتر بوده. چه مقامی هم داره حضرت جعفر، خیلی مقام داره، خیلی عظمت داره. اولین کسی که دو دستش در اسلام قطع شد در جنگ موته، همراه مسلمین به حبشه هجرت کرد که قصه هاشو شنیدید. خیلی هم پیغمبر روایت داره رفقا حضرت جعفر رو دوست داشت. یه روز فرمود میخوام یه هدیه ای بهت بدم، ولی نه هدیه دنیوی که از بین بره، یه هدیه ای که بماند تا قیام قیامت، اسم تو هم کنارش بمانه. افتخارم یا رسول الله، هرچه بفرمایید. 2 رکعت نماز رفقا پیغمبر هدیه کرد به جعفر. اسم این نماز هم سکش به نام او خورد، نماز جعفر طیار. بزرگان و علما نوشتند این نماز اکسیر اعظم و کبریت احمره. یعنی خلاصه گفت اگه سنگ و طلا کرد تعجب نکنی، در این حد اوغا میکنه. کسی حاجتی داره، گره به کاره، هر دری زده درست نشده، نماز جعفر طیار. حرم امام رضا بخونی بهتر، تو خونت هم میشه، هر وقت بخونی میشه. بهترین وقتش روز جمعه، به زوال نزدیکتر بهتر. آدابشو نگاه کنین، اوائل مفاتیح تو نمازهای مستحبی آوردن. چه نماز با عظمتی قوغا. این نمازیست که پیغمبر خدا هدیه کرد به جناب جعفر، پسر عموی بزرگوارش. اینا کنار پیغمبر خدا ایستادن. جناب نوح سلام میکنه، سلام علیک یا رسول الله، و علیک السلام جناب نوح، حال شما چطوره؟ حالا دیگه تعبیر از منه، چی شده توی صحرای قیامت یاد ما کردی جناب نوح؟ جا کسی یادی کسی نیست. یا رسول الله کارمون گیر کرده. آه چی شده؟ خدا یا عالم ما رو مؤاخذه کرده، حساب کشیدن از ما. هل بلغت؟ گفتیم وظیفمون انجام دادیم، شاهدت شما رو معرفی کردیم. پیغمبر خدا روایت داره رفقا رو میکند به عموش جناب حمزه، پسر عموش جناب جعفر، میفهمد شما دو نفر از طرف من وکیلید، بلند شید برید، وکالت میده، امضا کنید پرونده نوح را که او وظیفه اش را انجام داده. باز ببین حضرت حمزه و جناب جعفر ولو پیغمبر نیستن ها، ولی به چه مقامی رسیدن که چی شاهد بر انبیا میشن به وکالت از جانب پیغمبر. که وقتی امام صادق علیه السلام این قصه رو فرمود، راوی گفت آقا عین علیون، شما خودتون فرمودید وقتی حضرت نوح میاد پیغمبر رو پیدا میکنه، علا جنبه الایمن، طرف راست امیرالمؤمنینه، چرا پیغمبر علی رو نمیفرستد که شهادت بده؟ امیرالمؤمنین که مقامش بالاتره دیگه، نه از حمزه و جعفر؟ بله. چرا علی رو نمیفرستد سلام الله علیه؟ چرا حضرت حمزه و جعفر رو میفرسته
امیرالمؤمنین علیه السلام را چرا نمیفرسته؟ امام صادق علیه السلام فرمود رفقا برای شما که بزرگ شده های محبت و ولایت امیرالمؤمنینید، این جمله برای شما سرورانگیزه، دلتون رو زنده میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود بلی امیرالمؤمنین را نمیفرستد، حمزه و جعفر را میفرسته پیغمبر. میدونی چرا؟ چون علیان اعظم و شأنن من ذالک، علی مقامش از اینها بالاتره، علی مقامش از این حرفها بالاتره که بخواد بره شهادت بده برای حضرت نوح. برای حضرت نوح همون جناب حمزه و جعفر هم علی مقامش عظمتش بالاتره. اگر بخواد امیرالمؤمنین شهادت بده، تموم شد روایت، ولی این از آیه قرآن استفاده میشه. اگر امیرالمؤمنین بخواد، معناش اینه، اگر امیرالمؤمنین بخواد شهادت هم بده، در حق خود پیغمبر خدا شهادت میده. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یخ نگی از خودش گفت قلوب کرد، قرآن میگه پیغمبر ما کفار از تو شاهد میخوان، بگو شاهدم دو چیزه، دو نفره. شاهدم چیه؟ قل کفا بالله، اولین شاهدم خداست، دومین شاهدم و من عنده علم الکتاب، او آقایی که در سینه او علم همه کتاب و عالم است و او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه، شاهد من علی است. حالا عرضم در این جمله بود رفقا که حالا به درازا کشید این قصه آمد، انشاءالله خودش مایه تذکر دلهامون قرار گرفته باشد. ما مسئولیم، اینی مسئول، پیغمبر خدا فرمود همه مسئولند، از حضرت نوح و انبیاء قیامت، این برای حضرت نوح، بعد امام صادق علیه السلام فرمود، همینطور انبیاء دیگر میان و خیلی از انبیاء میان پیش پیغمبر ما میگن شما شهادت بدین، و پیغمبر برای خیلی از انبیاء دیگر جناب حمزه و جعفر رو میفرسته، پیغمبرها رو هم میارن اونجا پای میز حساب، هل بلغت، وظیفه انجام دادی؟ از ما میپرسن آقا ما در حد خودمون. حالا پدرانمون برای بعضی میگه سواد نداشتن، امکانات نبود، هر چی بود، تو همون عالم خودشون، تو همون عالم خودشون، آقا تو همون عالم خودشون، تو بی سوادیشون برای بعضیا، تو بی امکانات بودن برای بعضیا، توی زمان طاغوت بودن، حالا یا حال معروفش، تو همون شرایط ولایت و دین رو به ما رسوندن، دست ما رو گرفتن، ما رو با معارف دین آشنا کردن. حالا الان با این امکانات و با این سوادها و با این مطالب و ما چیکار داریم میکنیم؟ ما در حد خودمون وظیفمون انجام دادیم؟ این امانت رو که به ما رسوندن ما رسوندیم؟ عدبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، به محبت امیرالمؤمنین، به محبت امیرالمؤمنین بزرگشون کردیم. شکر این نعمت چقدر والا و بالاست، ما باید خودمون رو مسئول بدانیم نسبت به نعمت ولایت، و خودمون رو مسئول بدانیم نسبت به وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. مسئولیت داریم، ما وظیفه داریم نسبت به حضرت زهرا. هر کسی باید خودش رو مسئول بدونه. حضرت زهرا سلام الله علیها یک تنه هستیشو گذاشت برای این روح دین. بعد ما میتونیم، اگر حجت حضرت زهرا که حجت است بر همه خلق، یه معنای حجت اینه خدا یا عالم به تو فاطمه داد، چقدر زندگیت فاطمی بود، چقدر از حضرت زهرا یاد گرفتی، چقدر نگاهمون به حضرت زهرا بود، حواسمون پرت نشه. به او ما را مؤاخذه میکنن، حجت یعنی به وسیله او خدا فرد رو مؤاخذه میکنه، به وجود حضرت زهرا سلام الله علیها ما مؤاخذه میشیم. آقا نواز شو آدم جمع کنه. این می طلب آدم که رفقا گفت هم زندگی و هم کار و هم کسب و هم دنیا و علایال هر کس تو عالم خودش، هم یه توجهی، همی که امام صادق علیه السلام چشم آدم باز بشه، یه چشم باطنی هم باز بشه.
اینا معناش این نیست که دنیای آدم بخواد از آدم گرفته بشه. میگه دنیا رو هم داشته باش، خوبش هم داشته باش، اتفاقا خوبش هم داشته باش. عنایت میکنید؟ خوبش هم داشته باش، ولی چشمت باز بشه. این کلمات نورانی اهل بیت، این حقیقت دین اینه، نمیخواد دنیای ما رو از ما بگیره. اگه من بخواد زندگیم فاطمی باشه، اونطوری که حضرت زهرا سلام الله علیها، معناش نیست که پس من دیگه دور کار و کسب و خط بکشم دیگه دنیا رو رها کنم. نه، کی گفته دیگه زندگی رو رها کنم، دیگه به زن و بچه‌م رسیدگی نکنم، یا یه خانمی به شوهرش رسیدگی نکنه، به بچه‌هاش رسیدگی نکنه، دیگه همه رو بذارم کنار، خیال کنی فقط بخوام صبح تا شب دعا بخونم. نه، معناش که این نیست. دنیا رو گذاشتن کنار که کی گفته فاطمی و علوی زندگی کردن معناش نیست که دنیا، اصلا دنیا پله، دنیا خودش نعمت خداست، دنیا که بد نیست. دنیا رو آدم اگه در حد خودش حساب کنه نعمت خوبه. همه ی گرفتاری من او وقتی که دنیا رو از حد خودش بیشتر حساب میکنم، دنیا میشه برای بعضی عقبا. امام صادق فرمود کانت ابن و ام الله، برای بعضی دنیا از پدر مادر بالاتر میشه، میشه همه چیش. به تعبیر امروزی ها میشه عشقش، یعنی عشقش میشه دنیا. عشق غلطه، حب اشکال نداره ولی عشق غلطه. حب یعنی محبت، آدم به زنش، به بچهش، به مالش باید محبت، به کارش باید محبت داشته باشه، این دوست داشته باشه، دل بده. اگه به این کار دل ندی نمیتونی کار کنی که، باید دل بدی. یه کفش آدم رو اگه دزد داره میبره میگن میتونی چی؟ نمازت هم بشکنی، اشکال نداره. پس دنیا بد نیست در حد خودش. حب به دنیا اگه طغیان نکنه، سرکشی نکنه، بد نیست. اونی که بده اینه که از حدش بگذره. این لیوان اگه حد خودش بود خوب آب داره، بیشتر آب بریزی میریزه رو زمین، حرام کردی آبو. اونی که مذمت، عشق به دنیاست. عشق ما نداریم، عشق غلطه. اگرم باشه برای خدا و اهل بیته، اگه باشه برای خدا و اهل بیته که اکثر حبن اشد حبن لله، او خوبه. اگه تعبیر عشق درستن باشه برای خدا و اهل بیته، برای غیر او نیست. حتی به زنش، به بچهش عشق نداره. حالا به ظاهر که آدم میگه عشق من، این حرفه. چون عشق یعنی محبتی که چی؟ هر چه گفت بگم چشم، یا هر چه گفت چشم نداره. برای باباش هم آدم اینطور نباید باشه. بابای آدم هم تا وقتی که بندگی خداست و این جاهداک الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. زن و بچه آدم تا وقتی که چی؟ دینه. وقتی بچه آدم یه خواسته ای داره، یه خواسته ای داره، یه حرفهایی داره، یه جایی، یه کلاسی میخواد بره که این کلاس دینی نیست، یه ورزشی میخواد انجام بده که این ورزش دینی نیست، با معیارهای دینی ما نیست، ولی تو جامعه الان رواج پیدا چه بسا کرده، ولی دین اینو قبول نداره. من نباید اینجا تن بدم، نباید راضی باشم یه جوری، ولی با محبت، با اخلاق، هر جور هست منصرفش کنم. نارضایتی خودم رو بگم، کوتاه نیام، کنار نیام، کنار نیام. خدا برای هیچ کدام از دوستان اهل بیت، انشالله که برای هیچ کدام از دوستان اهل بیت، برای هیچ کدام از ما ایطور نکنه، بخواد فرزندان ما خدایی نکرده ما رو در امر ولایت تضعیف کنن، یعنی ولایت ما رو بگیرن از ما، بناه به خدا دین ما رو بگیرن از ما. و الان کم لهو گفت من نظیر، الان تو جامعه ما چقدر ایطور شده، یعنی خواست ها شده خواست بچه ها، بچه ها ایطور میخوان دیگه، بچه ها ایطوری دوست دارن دیگه، بچه ها ایطوری میخوان، بچه ها ایطوری دوست دارن. پناه به خدا، نمیخوام شیعیان امیرالمومنین رو قیاس کنم، ولی خطر رو میخوام بگم که مازال زبیر معنا حتی نشأ ابن المشوم. امام صادق علیه السلام فرمود زبیر با ما بود، زبیر بعد شهادت پیغمبر جزء متحسنین خانه حضرت زهرا و حضرت علی علیهم السلام بود، تحسن داشت علیه حکومت وقت، مثل سلمان ابوذر کنار اینها بود. مازال زبیرون معنا، زبیر با ما بود. فهمید تا وقتی که این بچه شومش، امام صادق علیه السلام فرمود بچه شوم بزرگ شد، بزرگ شد به دنیا اومد، این بچه شوم پدر را هم منحرف کرد. این بچه شومی بود که بغض اهل بیت داشت. خود پدر در این حدا نبود ها، پدر در این حدا نبود ها، ولی بچه خیلی شوم بود، بغض داشت.
و این بغض رو از خالش گرفته بود. خالش عایشه، این بغض رو از خالش گرفته بود. هوا و هوس حکومت و ریاست هم که داشت، هوا و هوس ریاست هم که داشت، بغض اهل بیت هم که ابن ابوالحدید معتزلی نقل میکنه، این نانجیب میگفت من همه ی آرزوم اینه یک روزی بتونم تمام بنی هاشم رو تو یک خانه ای جمع کنم، این خانه رو آتش بزنم. عبدالله زبیر بعد امام صادق علیه السلام فهمید که این بچه شومش، این عبدالله زبیر، پدر رو هم منحرف کرد، بیچاره کرد، جهنمی کرد. عنایت میکنه و حواس چشمش آدم باز کنه. فاطمی زندگی کردن و علوی زندگی کردن، چون هممون باید علوی بشیم ها رفقا، هممون باید علوی بشیم. تو مکتب اهل بیت بهمون یاد دادن یه علوی و هاشمی به معنی که اونا که سیدن، خوشا به حالشون، احترامشون رو باید داشته باشیم. ولی یک علوی و هاشمی بودن به معنای معنویشه، هممون باید داشته باشیم. روایت داره امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن علویون، المؤمن هاشمیون، المؤمن مکیون، المؤمن مدنیون. خیلی مفصل روایتش. مؤمن علوی است، هاشمی است، علویون لانه علا فی الارض، این علو و همت داره، با آقایی زندگی میکنه. هاشمیون هشم از زلاله، زلالت ها رو ریخته دور. نه، مؤمن باید علوی باشه، باید فاطمی باشه. قیامت میگن عین الفاطمیون. مؤمن باید فاطمی زندگی کنه، علوی زندگی کنه، زندگیش رنگ و بوی امیرالمؤمنین بده. آدم میتونه زندگیش رنگ و بوی بندگی خدا بده. پیغمبر خدا اومد مدینه فرمود بوی بهشت به مشامم میخوره. بعضی عبارات داره اشم و نفس الرحمن، بوی بنده خدا، بنده خدا بوی معنویت داره، عطر معنویت داره. آدم میتونه علوی و فاطمی زندگی کردن رفقا معناش این نیست که دور دنیا رو بخوام خط بکشم، معناش اینه که دنیا رو در حد دنیا دیدن حواسش آدم جلب کنه، پرت نشه حواسش. احمد کوفی شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام رفقا یه خانه ای خرید، قسمتش شد خانه خوبه، یه خانه سرپناهی آدم داشته باشه، من سعادت المرء سعت و داره، خوبه هم یه سرپناهی داشته باشه برای خودش، زن و بچهش راحت باشن. خدا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام هر که نداره با عافیت و برکت و سلامت براش اینطور خانه انشاءالله سرپناهی براش با عافیت مهیا بفرما. اونایی که دارن با عافیت و برکت براشون بمانه انشاءالله. این خوبه آقا، خونه داشتن خوبه، ولی حواسش آدم پرد نشه. این خانه، خانه همیشگی من نیست، من مسافرم اینجا. یعنی ولو خانه ملکی شیشتونگ زنگوله داره، ولی من مسافرم. چطور وقتی میریم تو مسافر خونه، حالا هتل بگو 4-5 ستاره باشه، ولی آدم میدونه اونجا مسافره دیگه. نه، خونه خودم هم همینه، اونجا 5 روز، اینجا بگو حالا 50 سال، از آخرش باید برم دیگه. 50 سال نگه چقدره، چشم بهم زدن. حضرت نوح با او عمرش آخرش فرمود یه چشم بهم زدن بود. ما که دیگه ثانیه ای، گفت ثانیه ای بهره ما بیش نیست. شما اگه عمر روزگار رو حساب کنی، الان چند هزار سال از زمان حضرت آدم، چند هزار سال از اول خلقت دنیا، شاید میلیون ها سال نمیدونم گذشته، نه تو این میلیون میلیون ها سال حداقل بگو تو همین چند هزار سال، توی چند هزار سال الان عمر ما بگو 100 سال انشالله با برکت اگه عمرمون باشه، این 100 سال توی چند هزار سال به مقیاس چقدر میشه؟ چند درصدشه؟ یه ثانیه ای، ثانیه ای بهره ما بیش نیست، ثانیه هم در خور تشویش نیست. چه خبره؟ اینقدر جوش دنیا، قصه دنیا، مال و منال دنیا، خودمو دارم میکشم. ثانیه هم در خور تشویش نیست. خانه و مال و دنیا خوبه، ولی چشم آدم کور نشه، حواسش پرد نشه. مسافر خانه بذارم برم،
احمد کوفی یه مقداری حواسش پرت شده بود، خیلی چشاشو گرفته بود. خونه خیلی عیانی بوده، شاد تشریفاتی بوده، خیلی خانه آنچنانی بوده در زمان خودش نسبت به زمان خودش. امیرالمومنین علیه السلام وقتی اومدن اینقدر احمد کوفی تعریف میکرد این خیلی حواسش پرت شده، حضرت میخواد چی؟ حواسشو جمع کنه، یه تلنگری بهش بزنه، فدای اهل بیت بشم. اینا هادیان، چشم آدم رو باز میکنن، گوش آدم رو باز میکنن، حواست پرت نشه. یکی میبینه خیلی غرق دنیا شده، یه تلنگری باید بهش بزنی. صدیقو که من صدقک اینه، اگه رفیقی باید حواسشو جمع کنی، غافل نباشه. خیلی حواسش پرت شده به دنیا، خیلی دیگه گرفتار دنیا. خب یه تلنگری بهش بزن. خدا که اینطور بهت مالی داده، تو چرا اهل بیت، چرا فاطمی از زهرا مجلس نمیگیری؟ چرا هیئت نمیگیری خونت؟ چرا روزه نمیگیری؟ چرا کار فلان خیریه است بعضیا حواسشون نیست؟ راه بنداز. یه کلمه میبینی از اونجا به حرف تو یه عزاداری شروع شد. نگو آقا روزه زیاده، نه به والله قابل قیاس نیست، ولی گناه خیلی بیشتره. گناه تو همه خانه ها رفته. کدوم خونه، حتی ما مذهبی ها رفقا، کدوم خونه رو الان میتونی بزنی صدای گناه یا آلات گناه تو اون خونه ها راه پیدا نکرده باشه؟ بسم الله بگو کجا رو میتونی. نگو روزه زیاده، نه گناه خیلی زیاد شده، هوا و هوس ها خیلی زیاد شده، آوازهای موسیقی ها همه خانه ما مذهبی ها هم گرفته. قدم بذارید ذکر اهل بیت بیاد، بلکه یه مقدار باز برکت و معنویت بیاره. آدم خوب، آقا به رفیقش تذکر بده، یکی خدا بهش داده یه نعمتی الحمدلله، یه تذکری بده، بیاندازش تو این وادی. حواسش نیست، یه خیری هم هست آقا، کار خیر هم هست تو وادی اهل بیت کار. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود که احمد کوفی خوبه این خونه، ولی عیب داره. گفت چه عیبی؟ عیب نداره. حالا دیگه به تعبیر من این خونه مثلا نمیدونم نبشه، نمیدونم دو تا ده داره، نمیدونم حیات بزرگ داره، همین تعریف هایی که حالا ما انجام میدیم اونجا نسبت به زمان خودش، این خونه عیبی نداره که. چه عیبی؟ حضرت فرمود بالاترین، چند تا داره تو روایت دیگه وقت داره میگذره خیلی اشاره میکنه، فرمود بالاترین عیبش اینه که در این خانه مرگ راه پیدا میکنه. مرگ راه پیدا میکنه. یه خانه میگرفته که مرگ نیاد توش، خانه مرگ میاد توش. به من ببین، میخواد چشا رو باز کنه، حواستون رو جمع کنید. بهترین خانه رو هم داشتی ولی خانه مرگ میاد توش. بهترین پست رو آدم داشته باشه ازش میگیرن، تو همین دنیا شاد بگیرن. بالاترین علم رو آدم داشته باشه شاد تو همین دنیا تازه ازش بگیرن، یه فراموشی یادش میره، همه اسمش یادش نمیاد. به چی آدم میتونه بنازه؟ بالاترین زیبایی به یک مریضی چه بسا میگیرن، بالاترین قدرت میگیرن. فرمود اگر به من وکالت بدی یه خانه ای برات میگیرم که مرگ درش راه نداره. جانم به فداره، بفرمایید بکن. خب خرج داره، گفت بیمایه فطیره، نمیشه، باید پول بیاری. چشم آقا. بعد چند روز پولی آورد محضر امیرالمومنین، فقراء کوفه رو خبر کرد، مشت مشت پولها رو به فقراء کوفه داد امیرالمومنین. چه سفره‌های رنگین شد، چه گره‌هایی با این پول باز شد، چه زندگی‌های مشکلاتشون حل شد، چه دل‌هایی شاد شد. شادی دل شیعیان امیرالمومنین میدونی چقدر اجر رو داره؟ شاد کنه آدم دل یکی رو، گاهی از اوقات به یک مبلغ ناچیز دل شاد میشه، به یک کلمه حرف. چه گره از کارهایی باز شد. بعد فهمید حالا بیا خونه ای که گفتم مرگ راه نداره. کاغذ و قلم نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، هاذا مشترا بهی علی ابن ابی طالب علیه السلام لاحمد الکوفی. خانه ای که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برای احمد کوفی میخرد، کجا؟ در فردوس اعلای بهشت. این خانه با قصر متصل است، از طرفی به خانه پیغمبر خدا، از طرفی به خانه امیرالمومنین، از طرفی به خانه حسن و حسینم امیرالمومنین امضا بهش داد.
آدم اگه با امامش، من اگه تعبیر به رفیق بکنم جسارت نباشه، ما کوچکتر از اینیم. خود اهل بیت فرمودن امام زمانت باید رفیق میشه، امیرالمومنین با شیعهاش رفیق میشه. ببین از این رفیق بهتر، چشمای آدم رو باز میکنن، حواس آدم. دنیات هم داشته باش ولی اون برم ببین، ما رو پلیم، او بر پلم باید ببینی. همش این نیست. جمله آخرم رفقا، رفت احمد کوفی، شد مدتها یا سالها گذشت، مریض شد رو به موت، بستگانشو دعوت کرد، گفت فقط یک وصیت دارم. گفتن چه وصیتی؟ گفت فقط وصیتم یه کاغذی که آقا امیرالمؤمنین برام نوشته، ضمانت کرده خانه بهشتی، اونو با من دفن کنین، همه امیدم اونه، غیر از او چیزی دیگری ندارم. کاغذو گذاشتن تو رو سینش، تو کفن رفقا دفنش کردن. فردای صبح بعد دفنش آمدن، به اعجاز حضرت حق دیدن کاغذ روی قبره. تا من و شما بفهمیم چه خبره. کاغذ دیروز تو قبر گذاشتن رو سینش، دیدن بالای قبره، نگاه کردن زیر نوشته امیرالمومنین، به دست قدرت لایزال حضرت حق و خدای عالم نوشته شده. ما، یعنی خدای عالم میفرماد، ما ولیمان علی ابن ابی طالب را از ضمانت در آوردیم. خانه ای که به احمد کوفی امیرالمؤمنین وعده داده بود همین دیروز به احمد کوفی رسید. ما ولیمان علی ابن ابی طالب را از ضمانت در آوردیم. اگر آدم با امام زمانش رفیق بشه، اینطور چشمشو باز میکنه، حواسش جمع میشه. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. احمد کوفی گفت تنها وصیت من اینه که این نامه رو با من دفن کنید، چون همه آرزوی من اینه، هیچ ندارم، همه امیدم به همین نوشته امیرالمؤمنینه. اینه که گفتم یاد این جمله افتادم و این شعر، که با این شعر هممون بزرگ شدیم دیگه، با گریه پای این شعر. بذار بگم و یک جمله روزه عرضم و جمع کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، به بازار عمل با دست خالی یا ابا عبدالله، من و مهر تو یا مولا الموالی، بدم اما شما را دوست دارم، بدم اما شما را دوست دارم، همین باشد مدال افتخار، اگر باشد گناه عالم اینم، چه غم دارم که غم خوره، حسین آقا. به به، خوشبال اونایی که با نام ارباب گریه میکنن ها. حسین آقا، حسین آقا، آقا، آقا. از حرم تا قتلگاه، کجا رفت دلاتو؟ از حرم تا قتلگاه، از حرم تا قتلگاه، چه قتلگاهی، بمیرم 1400 سال امام زمان داره بر او قتلگاه. می فرماد لند و بلک سبال و مزان آله می زن، از حرم تا قتلگاه، زینب صدا می زد حسین، آخ آخ، دست و پا می زد حسین،
زینب صدا میزد. حالا که خریدید و گریه کردید، نمیخواستم بخونم ولی بسم الله یه جمله دیگه عربیه ولی همتون میفهمید، پای این جملات امام رضا ولی نعمتمون بلند بلند گریه کرده، دبل خاند و امام رضا گریه کرد، شما بلند بلند گریه کنید. فاطمه لو خلت الحسین مجدلا، یعنی میگه ای مادر ای کاش بودی میدیدی حسین تو قتل گم. فاطمه لو خلت الحسین مجدلا وقد ماتت شانا بجد فراتي إذا لتبت الخد فاطم وإلده وأجريت دمع الغين بل وجناتي. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابغ له على ذلك. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا بمولانا الحسين عليه السلام. استجب دعواتنا يا الله. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.